خب و همتران عزیز ما آواره پشت برن میگردن آواره پشت چای سبز میگردن بله زنگ میزدن بیا بدر آمد جان دکان واس کو که برنج کار داریم واس کو که میمان آمده چای کار داریم واس میکردیم دکانه دیگه مشکلات بتال انشاءالله حل شد همینجا دکان آوردیم خب ماشاءالله دکان هم دیگه از اوجه کده خیلی همه تا پار مجهز دیگه بله بله آسا بیجه خب مرکز هست دیگه دوستا هموطنان ما که ما را این اکنون میبینه هرچی کار داشته باشن برن چای ایل چای نبات دیگه پا در خدمت شان هست سلام یک تشکری از خودت که در افغانستان هم در خدمت مردم هستی در ترکیه هم در خدمت مردم هستی و هموطنان ما کمک میکنی بسیار تشکر که ما را به هموطنان ما معرفی کردین بخیر باشی آمد جان بخیر باشی این کار ماست خودت از طریق دکانداری و حواله به هموطنان از ما خدمت میکنی زنده باشی ما تشکر. از طریق همی چینل خود که دوستا میبینن همی دوستا که میبینن هم اون با ما پیس هست و با ما خدمت میکنن ما بر از و آب یوازنه من ټول لیدونکو ته اطمینان ورکوم چې زه د کینسر د ناروغۍ نه زه سل فیصده په دې باندې مطمئن یم چې زه د خپلې مور دعا ژغورلی بلکل ای برادر ما سرطان داره و میگه که من 100% اطمینان دارم که من جور میشم و صحتمند هستم به خاطر دعای مادرش یوازنه درد چې لرم هغه داده چې زما لونه بسواده پاتې کی اقل ته کلی که مکتبونه نشته دی او با میدان ورده که مکتبونه نشته دی یوازنه غط درد سرطان نه تسرطان نه تسرطان نه ما تا اغا درد دیر زور را کهوی چیده ما اولادونه ما خپل قدرت دیتا نرسیگی چیزه می اولادونه یو دست دایتا ورسه اون چه اغلت تعلیم وکری بلکر. اما پا اغا کلی که چیزه وسیگم اغلت دی تعلیم زمینه دوم را ندم ساهده آقا سوی که اغا پتمن مرمنه اغا با حجاب مرمنه چ واقعا سل پیساده بیت الله کې اگر کم حجاب نشته چې دوی دغه د بوت د ټاک نه یا د دوی دغه د اترو نه متاثر کیږي چې دوی نړۍ یو ویني نه دغه نه به څنګه نه متاثر کیږي تاسو نه منن آقا صاحب چې تاسو دلته د افغانانو د یووالي د پاره کار کوي د افغانانو د ټولولو د پاره د افغانانو د یو ځای کولو د پاره نو د امید جان څخه مننه چې تاسو سره یې معرفي کړو ګران لیدونکو ته به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام هموطنان عزیز در هر گوشه از کنار دنیا که هستین جور و سلامت و سرحال باشین و ما فعلا در قزلای هستیم قزلای مرکز شهر آنکارا است و قزلای جای بسیار پیروبار است و هر کسی که به آنکارا میاید حتما به قزلای میاید و قزلای هم یکی از جایای خوب انقره است خصوصا در بهار در بهار خیلی هست هموطنان عزیز ما و هست کشورهای مختلف دیگه هموطنان ما در اینجا میان و در قزلای اکثرش ایرانی ها هم هستن و دکانهایی را که از دشقاپی جواب داده بودن فعلا در قزلای آمده و ما هم جا داره تشکری کنم از تمام دوستای عزیز ما که هفخانه خدا حمایت میکنن و دائم و کوشش میکنن که با افغانای خود سرکار داشته باشن یعنی
سودا را از افغانه خود بگیرند، چی مثلا چیزای مهم برنج است، چای سبز است، هیل است، چیزایی که در دکان ترکان است و افغانا دارن. و اکثریت افغانای ما این میگن که دشقاپی بند شده، اولس بند شده، سرگردان هستند، از کجا بگیره. و ما هم آمدیم که امروز در قزلای آمدیم و دکاندارای عزیز ما، افغانای عزیز ما به قزلای دکان گرفتن و میریم معرفی میکنیم که در کجا هستن و به هموطنهای ما معرفی میکنیم که در کجا دکانداری میکنن و بیاین از افغان خودشان حمایت کنن. یک دنیا تشکر از این که با ما بودی و تا آخر شما هم برنامه ما را دنبال کنید. دوستای عزیز، واقعا که قزلای در هر طرف بار خیلی جای خوب است، خیلی جای دیدنی است و یه هم پارکی است که هموطنان عزیز ما اینجا شیشت برخواست میکنن، شبا تا ساعت 2 بجه، 2:30 بجه، 3 بجه شب میشینن و بسیار یک جای خوب، بسیار یک جای حالی است. در کل در بهار همه جا خوب است و ای که زمستان از دیگه یک ذره گفته اگام دانه پیشانی کل جای ترش است از درخت ها و از سبزی و از سرسبزی. و دوست عزیز همین قسم گفتیم افغان عزیز ما دمی پشت سر بنایی که شما میبینید اینمی بلند منزل است که در تاکوی ازی دکان نمبر 7 از افغان عزیز ما است که تمام برنج و مثلا چای سبز و زعفران و ایل و همچنان دوستایی که مثلا پول حواله میکردن به افغانستان عزیز با و به پدر جانش، به مادر جانش و اکثریت جوان ها که در اینجا کار میکنن، پس اونا ایران بودن که کجا بریم و چی کنیم. و افغان عزیز ما یه است، میریم از نزدیک ازش دیدار میداشته باشیم و هر افغان ما، هر دوست ما، هر عزیز ما در هر جایی که هستن نور دیده ما هستن. بیای که یک کار کنیم که یکی دیگر را تشویق کنیم، یکی دیگر را تخریب نکنیم. میگه چاکن خودش در چاست، اگر خدای نخواسته ما به کس چا میکنیم ایره متوجه باشه که خود خراب کرده، او آدم نه. و شما هم تا آخر برنامه ما را دنبال کنیم و ما هم دمی پساج میریم و با هموطن عزیز ما دیدار میداشته باشیم. مشکلاتی بود که ما پیسه را به مادرم زدیم، مادرم نزدیک من است، ما پیسه را به جوان کردیم، اگر نه گپی نبود، اول به وقت پیسه را به جوان کردیم.
و دوست عزیز، بالاخره ما هم آمدیم در این پسال در تاکوی و کابل مارکت. در بکگراند ما که میبینیم ماشاءالله همی دکان برادر حفخان ما است که هموطنان عزیز ما راحت میتونن بیاین و در این مارکت راحت همو برنج و چیزایی که حفخانی سودا میشه حتما بگیرن و ما هم میخواییم که داخل کابل مارکت چه بسیار یک جای خوب، بسیار یک جای منظم، ماشاءالله همه تا دکان پر. سلام برسه. سلام آقا بدر. آقا جان سلام برسه. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوش آمدید. چه باشی؟ چی حال داری؟ بخیر هستی؟ ساعت خوب هستی؟ بخیر هستی؟ تشکر. سلامت باشی. آقا جان ما و خودت هموطنان عزیز در سر تا سر دنیا میبینیم، میتونی یک سلام علیک داشته باشی. سلام علیکم هموطنان عزیز، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ ساعت شما خوب است؟ بخیر هستی؟ دوستای کمین اکنون ما را میبینن چی در داخل افغانستان است، چی در خارج است، چی در ترکیه هستن. سلام بر کلشان برسه. بخیر باشی، سلامت باشی. آقا آمد اینه باز گیرت کردیم. زنده باشی. بعد از تقریبا یک و نیم ماه دیگه باز دوباره فعالیت آغاز کردیم. دکان از ولست در کزلای آوردیم. زنده باشی. سلامت باشی. خب دیگه ولست دشقاپی خود دیگه برای افغان ها بسته شده؟ والا بسته شده، تقریبا یک دکان اگه باز باشه دیگه کلش بسته کردن. بسته کردن. خب و همتران عزیز ما آواره پشت برنج میگردن، آواره پشت چای سبز میگردن. بله، زنگ میزدن بیا بدر آمد جان دکان واز که برنج کار داریم، واز که میمان آمده چای کار داریم، واز میکردیم دکان دیگه. مشکلات بتال انشاءالله حل شده. میشه دکان آوردیم. خب ماشاءالله دکان هم دیگه از اوجه کده خیلی همه تا پر مجهز دیگه. بله بله، آسابی جه مرکز هست دیگه. دوستا همتانان ما که ما را این اکنون میبینه هر چی کار داشته باشن، برن چای، ایل چای، نبات دیگه پاده خدمت شانسته. دقیق قسمت یک کمک واره یک پشت سر بریم که فکر میکنم که ماش در ایجه نیست. بله بله. و ماش در ایجه است دوست عزیز. همه جان تو همی پاکت های شبیه ماش هسته. اینه دوست عزیز، ماش در ترکیه نیسته لوبیا و در دکان همه جان هسته. این لوبیا سیار لوبیا وطن هست؟ لوبیا وطن هست هسته. خب خب از خود ترکیه سفید هسته نی؟ از خود ترکیه سفید هسته دیگه، باز افغانای ماش مود همی یعنی بلد هسته. بلد هسته نا. و او سفیدش از ترکیه هسته؟ این ترکیه هسته هسته ویره قدر کس نمیخره. بسیار خوب. و اون یک رقم پلنگی هم دارن. میام میام بنام بارگونیا میگه. بارگونیا خوش است ایره بارگونیا. واقعیت بله. و برنج های وطنی خوب فول دیگه. بله ها، برنج است، برنج بلال است، دریا است، زیتون است، برنج است. هموطنان ما دیگه راحت بیاین دیگه به در دکان باز شده. آدرس دقیق شام جان؟ هموطنان عزیز، آدرس ما در کزلای گامایش مرکز منزل تاکوی دکان نمبر 7. آدرس دقیق اینه میاسه. دقیق است، دقیق است. دمی کزلای همی جایی که ماشاءالله متراک شاره سبز میشه، 2000 نفر اوسو میره، 2000 نفر ایسو دیر میشه. همیجا کلان مارکت است و یک لاوی سرخ داره در منزل تاکو. ازی که بیای حامد برادر ماست و یگان پولا مواله میشه به دوستان. بله 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 آقا بدر، یگان دوستای ما که هستن، یگان البته دادگه شهر هم هستن در انقره هستن، حواله میکنن بیچاره هایی که فرض مثال تقریبا یعنی 5000 ماش میگیرن، 1000 خرچ خودشان میکنن، 4000 پر حواله میکنن. بسیاری هاشان میگه از ما کمیشن نگی لالامت، میگم خیر هیچ کمیشن اون خدا کمت حواله برشان میکنیم. بله بخیر باشی. آه. بسیار کار نیک. و دوستایی که خودت گم کردن خب واتساپ تا از پیشان. بله و او دوستایی هم که نیست میتونی شماره تان بگویی که با تماسشان مشکلشان حل شد. چرا نیست؟ شماره تلفن ما 0537-696-0453 نمبر ماست. ما در خدمت شان هستیم. بخیر باشی، زنده باشی. آمو جان دیگه واه واه کربه واه. و آقا بدر نگفته نمونه یک تشکری از خودت که در افغانستان هم در خدمت مردم هستی، در ترکیه هم در خدمت مردم هستی و همتنان ما کمک میکنی. بسیار تشکر که ما رو به همتنان ما معرفی کردین. بخیر باشی آمجان. بسیار تشکر به خودتان. این کار ماست. خودت از طریق دکانداری و حواله به همتنان از ما خدمت میکنی. زنده باشی. ما تشکر. از طریق همی چینل خود که دوستان میبینن، همی دوستا که میبینن هم با ما پیس هست و با ما خدمت میکنن. ما بر از وا آگاه میسازیمشان از این که دکانهای
افغان ها بسته شده بود در دشقاپی ولوس، همگی به خدا جگرشان خون بود، پیام میماندن که مصیبت سر افغان است. و امروز که باز شدن دکان های ما را در بهترین مرکز انقره یعنی که زلای است، حتما خوش میشن دوستای ما. ولی چطور نیاسه اینجا دوستا میان مرکز هسته دیگه جا کدام دکان افغانی هم نبود، حالا دیگه فضل خدا میان مشتری ها میان زنگ میزنن میشن خوب است. و این کرباو در افغانستان خیلی دیگه واقعا که علاقه من بسیار زیاد داره و خدا ورزه جلالی صاحب و با بچه راه که بود برنامه ما را دائم کرباو اسپانسر میکرد و فکر میکنیم که در مندهی کابل هستیم، در دکان های مندهی هستیم. ماشاءالله همه تا دیگه دکان پر آماده، هر آن چیز چای سیاه، چای سبز، چای سیاه، چای سبز، ایل چای آسو پیدا میشم. و در بالا سر ما هم دیگ بخار آسو با دیگ بخار او نا دیگ بخار در بگر مالا میشه دیگ بخار وطنی سبز بسیار خوب بالا. خب آمی جان موفق باشی، چور باشی، سلامت باشی، زنده باشی، بایزد باشی، سلامت. خیلی خوش شدیم و یک برادر دیگه ما مست دوست نامش چی هست؟ دوست ما عبید جان هست. لالا عبید تو بیا 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 تو لالا عبید بیا. السلام علیکم لالا عبید، تو رو را جوری بخیر، طبیعت مشده خوخوی جور خوی انشالله شکر ده الحمد جوانده وسی او رو را کل نم دسته دی؟ عبید الله. عبید الله؟ عبید الله. خیا عبید الله ایموش رو را پا ترکیه کسی کار بار کهی؟ زه لگه ناروغیم تداوی پسی را غلای من. خیا ناروغی؟ ناروغی من. خیا خیا لکم زن را غلی؟ افغانستان را غلای من. افغانستان را لکم ولایت سخن؟ میدان وردگ ولایت. واه واه میدان وردگ ولایت چک ولسوالی سخن. شا شا ده میدان وردگ او ده چک ولسوالی سخن ایموش ده او باید رو را غلی دن و دلتا سنر غلری؟ کنسر یا سرطان ورتبیلش و سرطان نارو غلری. خیا خیا خدای میره باند انشالله جوریگی بد خیر. خیا بیا دلتا نو مجرده؟ او مجرده فامیل تول پا افغانستان کدی؟ تول پا افغانستان کدی جوری وزی تنها رو غلری. دیر خواله بیا سه کاربارم که؟ نه کاربار نشته پیلا نشته؟ زکر تداوی دیر زور لکنه. خیا او بیاد د تداوی پیسې دا بسنګه کی؟ هغه مخکې دولت دغه پروتوکول د ترکیه د دولت سره درلودي، هغه پروتوکول په حسابونه تر اوسه پورې ترکیه د دولت د خیر روسي تر اوسه پورې موږ پروتوکول نه دی قطع کړی. خیا هغه پروتوکول په حسابونه اوس هم یوازې شپخانه راته مفته ده، کوم دوای او کوم مصارف بیرون د شپخانه نه چې موږ کوو هغه د خپل جیبه کوو. خیا او کوم دغه د دوا چې یا کوم ماینات و کما دوا و تداوی چی په شبخانه کی اغه ما غلط مفته در اتا شبخانه مفته ده، اما تداوی ماشاءالله د دی جمهوریت لخوانه ته معرفه سوی جمهوریت خانه ته جمهوریت را لګله اون دلته نو ان 2000 ولاس کی ما یو ځل عملیات وکړو 2000 م او تلاس کی مې وکړو بیا ورته اتم تداوی و یغه مې وکړو رادیو اکتیو می اخستای کیموتراپی می اخستی دی او وسم ته تداوی لوندې ما ده. خیا خیا او څنګه ده ماشاءالله نتیجه ورکړې ده؟ نه اوس خو ماشاءالله ده دا مخ ده ډېر داسې سره معلومیږي نو ماشاءالله ښه فعال یې والله. الحمدلله خیا شکر ده. بیا هلته افغانستان کې کورونا نور ورونه شته دی؟ او او الحمدلله. خیا مور پلار الحمدلله پلار مو دی الله هو بخي امور ژوند دی ده مور دعا را سره ده او د مور دعا اما د مور دعا د چې بس ژوند په بوم د مور دعا دعای مادر را بگیره به خدا دعای مادر به پشت فرزندش مثل دعای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به پشت امتش است. زه یوازنه زه ټول لیدون که ته اطمینان ورکوم چې زه د کینسر د ناروغۍ نه زه سل فیصد په دې باندې مطمئن یم چې زه د خپل مور دعا ژغورلای. بالکل ای برادر ما سرطان داره و میگه که من 100% اطمینان دارم که من جور میشم و صحتمند هستم به خاطر دعای مادرش. بیا صبح چی ان لری؟ 15 بچه ان لرم. ماشاءالله. من نکم. جینکای دی که الک؟ 15 وارن جینکای دی. 15 والا جینکای دی شا. یوازنه درد چه لرم اگه داده چه زما لونه به سواد پاتی که اقل تا کلی که مکتبونه نشته دی. او با میدان ورده که مکتبونه نشته دی؟ نشته دی اینجونه که مکتبونه نشته یه وازی اقا سی یه ورکه یه دقیقه دقیقه مکتب شته دی اول و دوام سیم پاقا کنترول نتی که نرمال لکه څنګه چه 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 خدای تعالی ډیر لوی ذات دی ما اولادونه باید خدای تعالی و پیجنی کنه. آمین. نو اقا پا بسیواده که نپیجندل که متاسفانه چه وست دست یا دور راقل ایده چه
انوزم خور په باندې چاول کیږي د زده کړې نه معنا کیږي یوازنه غټ درد سرطان نه ما ته هغه درد ډېر زور را کوي چې د ما اولادونه ما خپله قدرت دې ته نه رسیږي چې زمې اولادونه یو داسې ځای ته ورسوم چې هغه هلته تعلیم وکړي. اما په هغه کلي کې چې زه اوسېږم هغه هلته د تعلیم زمینه دومره نه ده مساعده. آقا صاحب موږ باید تعلیم وکړو چې د نړۍ سره سیالان شو. بلکل. او چې کله ترکیې ته راځې دغه دلته جینکیان ګورې هلکان ګورې چې درس ته ځي مکتب ته ځي خامخا یې تا په سترګو باندې دغه وخت کې راځي چې موږ لکیان ته وګورئ موږ هلکان ته دوی وګورئ. آقا صاحب بعضې وخت مثلا سړي باندې یو درد راځي زه اکثره وخت دغه ځای ډېر افسوس کوم چې موږ دلته کومې زنانه وي چې وینو هغه مکمل دغه دي که نه دیموکرات ملک دی نو ځوانان وینو چې هغه خپل سترګې ته کنټرول کوي. بالکل. زه خپل مخلوق دی خدای وینو کوم لار ټول خلاص دي. زه عجیب هغه خلکو ته وینم چې په افغانستان کې هغه پتمنه مېرمنه هغه با حجاب مېرمنه چې واقعا سل پیصد بیت الله کې هغه رقم حجاب نشته چې دوی د هغو د بورت د ټاک نه یا د دوی د هغو د عطرو نه متاثره کیږي چې دوی نړۍ وویني نو دغه نه به څنګه نه متاثره کیږي. زه وایم چې کاشکې موږ ټولو خلقو یوازې ټوله نړۍ باندې ګرځېدلی وای چې ژوند او زندګي یې لیدلی وای چې موږ چیرې یو اسلام چیرې او مسلمانۍ چیرې او بالکل او اسلام څومره ښکلی رو هر دین دی او موږ څه شی تورم ته جوړه کړې دختیا وای. و برادرم یک ګپ زد که واقعا خیلی دردناک بود. گفت ما درد ما هی است که درد ما یگانه دردی است که در منطقه که ما زندگی میکنیم مکتب نیست و دخترکای از درس میمانه. این مرا بسیار گفت که رنج میته و واقعیت است. اول میگه خود شناختن بعد از او خدا را شناختن. وقتی که ما درس بخوانیم خود میشناسیم که ما کی هستیم. ما بنده خدا هستیم. ما را پروردگار هست کرده و به نعمتهای پروردگار بعد از او که خود شناختیم که ما کی هستیم از کجا آمدیم بعد از او پروردگار را میشناسیم. یگانه چیزی که برادر ما رنج داره میگه من خودم سرطان دارم از خودم که درد ما به اولادایم است که بیسواد میمانن. یاره دغه تاسو کلی که دیر دغه زوانان چی دیده تو کم چوارده هم که دوی بیسواد دی الکان نخوارم جناکای درای بیسواد دی. متاسفانه چه وضعیت هم دغه سده در شل کلا تومر جنگ چه تیر شوائی دی دیر جنگ زمک پا منطقه بانده تیر شوائی دی. آها میدان وردکی چکول است ولی که میدان وردکی چکول است که بالکل بالکل آقا دیامت کردیم یو خبر کردی یو وردگان په پټاټو ندی مړه خدای سرک نه پول سرات جوړ کړی موږ وطن هم داسې پول سرات خوند یو وطن د غشل کولا هیڅ تعلیم نه و متاسفانه هیڅ تعلیم نه و هیڅ مکتب نه و مکتب ته اجازه نه و ان شاء الله دا اطمینان در تدارکم چې د خیره که ژوندای وو دغه دی روان کال که د خیره ان شاء الله افغانستان جوړی کی که د الله خوا کوه ان شاء الله حتما به جوړی دیر ژر تر ژر افغانستان ته به تغییرات راځي. بسیار به زودی در افغانستان تغییرات میایه. منتظر مای عمل هستیم ان شاء الله و یک طرفه میشه و روز شوه که مکتبا برای خواهرای ما باز شوه و هر هموطن هر هم عزیز ما به طرف مکتب و دانشگاه برن و اون روز بخیر ارمان و کلای پوره میشه. دیر مننه جوانده واسه خیر واسه دیر المرکز خفشال هستید توس نمنن آقا صاحب که توس دلتا دی افغانانو دی یوالی دی پارا کار کوای دی افغانانو دی طولولو دی پارا دی افغانانو دی یوزای کولو دی پارا نو د امید جان څخه مننه چې تاسو سره معرفي کړو. ګران لیدونکو ته کوم چې په انقره کې ژوند کوي دغه نه د خواهش کوو چې چیرته د احوال کار کوي یا هم وریجه یا چای یا نسوار په کار وي ورته امید جان دکان دلته کزلای کې خلاص کړی دی د هر څه نه به اطمینانې و مننه کوم آقا افغانستان ژوندی دی افغانستان با امید پیروزی افغانستان و هموطنان عزیز تا باخر شما هم برنامه ما را فراموش نکنین و از قزلای از هموطنان عزیز با گزارش می داشته باشیم تا فردا شب بدرود.
دوستای عزیز، خوشبختانه که مرادی برادرمون داریم و مرادی گروپی که در اولس بود و همه دوستای ما از سر تا سر دنیا پول روان میکرد، هم در منیگرام، هم در استرونیان، هم در ریه و پولا را مواله میکردن و امروز هفخانه ما سرگردان هستن بسیاریشان و ما هم آمدیم پیش مرادی برادر ما سلام برسم. مرادی صاحب خوب هستین؟ بخیر. تشکر. از طریق پروگرام شما سلام تقدیم میکنم به تمام دوستا و برادران و تمام نفر دنیا زندگی میکنن و سلام حال و سلامت هستم. بخیر باشی، سلامت باشی. مرادی صاحب دیگه حالا فعلا موقعیت قزلای هست ها؟ بله، قزلای قرار داریم. موقعیتی که ما شما قرار داریم در مرکز قزلای هست، در قسمت دستراسی مترو و روبروی گران پارک و در جاده مشروطیت. دقیق، از گران پارک خیلی مشهور است و در خود مرکز قزلای است. منزل چند؟ منزل دوم، دکان 212 مرادی گروپ. دقیق است، مرادی گروپ. و یام خوشبختی به هموطنان عزیز ما که دوباره دکانهایشان در موجان در اولس آمد. از مرادی برادر ما باز بود دکانش و حالا که هیچ آمده خیلی افغانهای ما آمده، هم دکانهای افغانها در ایجه هستن، هم تکت فروشی ها هستن و مرادی صاحب انشاءالا اولا خوب تمام نقاط افغانستان هست ها؟ بله، در افغانستان ما در سال 2022 در اوایل سال 2022 یک دفتر داشتیم. در ماه های هفتم تقریبا در کابل، مزار شریف و کندوز، هرات ما دفترهای مستقلی باز کردیم و دفترهای ارتباطی ما در سر تا سر افغانستان فعال هستند و خدمات اکسچنج و ترانسفر ما جریان دارند. بخیر باشی، سلامت باشی. و میشه که هموطنان عزیز ما کسایی که شماره را دارن خب با خودت با تماس میشن و کسایی که شماره تا ندارن میتونی که شماره را برشان بگویی که توسط شماره با تماس شوند و مشکلشان حل شوند. همیشه در خدمت هموطنان عزیز خود در نقاط دنیا که هستن قرار داریم. نمبر تلفن دفتر مرادی گروه که هستن 0539-64-58 661 هستم. دقیق است. باز یک راه تکرارش کن. 0539-64-58-661. دقیق است. این هم شماره مرادی گروپ است و دوستایی که میخواین در هر جایی که مشکل دارن و پول حواله میکنن میتونن با مرادی برادر ما به تماس شوند و فعلا در قزلای هستن و پشت سر نما را میبینی که ماشاءالله دیگه دفتر تو جای گرفته که هیچ کس دقم نمیاره نه اینجا. بله، خودم هم دقم نمیارم، کارمندای من دقم نمیارم. دقیق است. تو بخیر و سلامت باشی. خیلی هم خوشحال شدیم. تشکر، سلامت باشی. باشی. این که در خدمت افغانا هستی دیگه این بالاتر از کل چیز است. تشکر از نیت شما که شما با دوستا و وطنداران ما همکاری میکنید که پیام برسانیم. این خیلی خدمات بزرگی هستن. سلامت باشی، زنده باشی. هموطنان عزیز، این بود برنامه امروز از انقره، مرکز انقره، قزلای که به شما هموطنان عزیز ما معرفی دکان افغانا و همچنان مرادی گروپ بود که شما میتونید توسط منیگرام، ریه، وسرونیان، هست کشورهای مختلف پول روان کنین تا هموطنان عزیز ما راحت بتونن پول را به دست بیارن. تا فردا شب، بدرود. خدا نگهدار.